محمد اشرف رئیس جمهور کشور در برنامه‌ای که امروز 9 اوت به منظور نکوداشت از روز ملی سرباز برگزار شده بود گفت نیروهای امنیتی نقش مهم و بنیادی در رسیدن به صلح دارند، اما جامعه بین‌الملل 40 سال است ملت افغانستان را از رسیدن به صلح دور نگه داشته است. که جامعه بین‌المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواهیم، ما صلح با عزت میخواهیم و صلحی که با قوت بازوی، قوای امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم. رئیس جمهور با اشاره به نیروهای امنیتی افزود ظرفیت و توان نیروهای دفاعی کشور نسبت به 6 سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. وی تاکید کرد جنگ فعلی یک جنگ بین المللی است، چنانچه تروریسم نیز یک خطر بین المللی است، اما نیروهای دفاعی افغانستان ظرفیت حفظ و دفاع از کشور را دارند. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع در بزرگداشت از روز ملی سرباز گفت سال گذشته وضعیت برای نیروهای امنیتی بسیار سخت بود، چرا که با رها شدن زندانیان طالب تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته است. سول مبارک هم گلوی قربانی ورکړه، 15,000 کسان چې هغه هم په مختلفو جرمونو کې محکوم شوی وو هغه خوشی شول او دا طبعاً مستقیم په امنیت باندې تاثیر درلوده او هغه د وعدې خلاف چې دی و بیرته جبهاتو ته نزی او بیت به جنگ نکی، مگر متاسفانه چې بیت التلالول نو په هر صورت باندې دا هم د پاره یو سخت کالو. روز سرباز در حال بزرگ داشت می شود که سربازان کشور در وضعیت بدی نسبت به گذشته قرار دارند. در سال جاری طالبان بر شدت حملات خود افزودند. نه تنها توافقنامه صلح با آمریکا که در فوریه سال گذشته به امضا رسید تأثیر مثبتی بر کاهش خشونت ها نداشت، بلکه ناامنی و خشونت در کشور به بالاترین سطح خود رسیده است و همه روزه از نیروهای دفاعی کشور قربانی می گیرد.